جنگ. سلام به یک ویدیو دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف خوش اومدید. توی این ویدیو ترک بعدی از آلبوم پارانویا از آرمان میلادی به همراهی و کوپروداکشنی کوریوانس رو قراره با هم دیگه بشنویم. جنازه فیت هومان آرون و یانگ ساد که از یوتیوب کوریوانس دارم من میبینم کارو و شما میتونید از طریق لینکی که تو دیسکریپشن گذاشته شده موزیکا از پلتفرم یوتیوب یا سایر پلتفرم‌های آرمان میلادی و کوروش گوش کنید. لینک یوتیوب دلول کانال من مرام تیم، لینک یوتیوب استنر کانال من منی ما هم تو دیسکریپشن هست، به اونجاها سر بزنید. شاید ویدیوهای اونجا بود که دوست داشتید و به خاطرش همه چیز رو ترک کردید. اگر فورگان کارو باشید توی کامنت بریم بشنیم با هم دیگه ترک جنازه رو از هومان آرون یانگ سادن آرمان میلادی. یانگ سادن بچه های یادتون باشه کلن رابطه خیلی خوبی داشته همیشه با هومان و آرون و آرمان میلادی، خیلی مثلا یکی از اولین آرتیست های جدا از این برند ها بود که با اینا خیلی کار میکرد. این برند ها که این مثلا برند هومان آرون و آرمان میلادی. یکی دیگه میلادی تگ جدید شدیم بیبی تایپ بیت خرم این قصه جنایی شده کجا برم من ندست کابس من این که آلده دیگه پرونده داشتم اگه برسه آگاهی با من این دفعه میبرنم بالا دار تو فره زنگا بام تونی زده سیست شین جنازه شده با دوباره مسک بگاهی شده آخرم این قصه جنایی شده کجا برم من ندست بی توجه به تمام انتقادهایی که بهشون میشه که تمام جکای لیل بیبی تایپی که یانگ سادن توش هست یه سری نظر کامنت خیلی منفی میگرفته دیگه همیشه. دوباره یه لیل بیبی تایپ زدن و باحال پرفورمنس آرون پرفورمنس هومان روش فعلا باحاله و دوست دخترش انقدر باهاش تونی زده رنگش سفید جنازه شده و نباید داد آگاهی بده شده با دوباره مسک بگاهی شده آخرم این قصه جنایی شده کجا برم من ندست کاش من جال دیدی پرونده داشتم که برسه آگاهی با من دفعه میبرم حالا داد میشه باز با لباس تیره تا میه ساد چشابش خیره چین کاستام فول نگینه در میه بلند تا میزنه زیرش میزنم زیرش و بو میشه پخش دختر سری میاد پیش من شنیده خوش میگذره زیر من میدونه پول نیست گیر من میکنم خش تا وقتی بمونه اینا زینی یکی داغ رونه دوست داره وحشی اون یه ایوونه دفعه که ناس کنه مفگرونه همین قبل چه اتفاقی زیزون بک گرونه بیت داره میفته چنین دو خوش میگذره زیر من میدونه پول نیست گیر من میکنم راهی سیبیل و دماغ چیه؟ چرا راهی سیبیل میره تو دماغ؟ تا وقتی بمونه اینا چیزی نی یکی داغ رونه دوست داره وحشی اون یریونه دفعه که ناس کنه مفگرونه همین قبل پر رو همین قبل کم دوست داره وقتی میکوبم مکم این فکت هم دوست داره وقتی میکوبم مکم کم کنه موف گرونه همین قد پر رو همین قد رو کم دوست داره وقتی میکوبم و کم این فکتم رو روی بیت با من بالایی تو نمیخوای کم میگه دوستا من توی را ببین میگم بگونه یا اگه آنتنی خیلی کیدنس آشنا ما حالا قرار کار بدیم همین الانم گاهیدی ماردی گنگ گنگ میام کار دلی میشی گنگ بنگ اگه تو گام رنی کپ کپ فاز گان کلی گنگ میام گام رنی میشی گنگ گنگ اگه تو گام رنی گنگ گنگ ریدم جفتش یه چیز گفتم گنگ گنگ میام کارتلی میشی گنگ بنگ اگه تو گام رنی یه نوع دیگه ای از قافیه کردن گنگ و بنگ و شنیدیم ولی باز شنید قرار نیست از رپ فارسی بره قافیه گنگ همراه بنگ مثل پنجره و هنجره کار دلی میشی گنگ بنگ اگه تو گام رنی کپ کپ فاز گام خدای خودتون از زیاد نمیشید آجی من خیلی حالا بهش بعدم تو اس تو مصاحبه چیزی از ساده میپرسم هشتگ لات سای بری دختر زنگ بام تو نزده سیست شین جنازه شده دوباره مسک بگاهی شده آخرم این قصه جنایی شده کجا برم من ندست کابس من این که آلده یه پرونده داشتم داشتم تو اسناره صحبت میکرم یه لکچر دارم بچه واسه تون هاشی اینترنت خیلی دیهیومنایز میکنه کاراکتر رو یعنی تو یه اکانت میبینی مثلا منی که دیگه همه چی معلومه دیگه مثلا معلومه که سلیقه موزیکم چه جوریه قیافم معلومه علایقم تو مثلا چیز دارم ورزش میکنم یعنی یه سری اطلاعات محدودی ازم هست معلومه که یک شخص واقعی هم یعنی فیک و چیز نیستم ولی
اصلا مهم نیست. خاصیت این که تو یکی از پشت LCD ببینی اینه که معمولاً، حالا معمولاً دیگه، خیلی موارد استثنا، آدمای بالغتر و عاقلتر 100% نگاهشون اینجوری نیست. ولی اگر به این موضوع فکر نکنن، معمولاً نگاهشون اینجوریه که اون آدم چیزی جز یک کاراکتر توی اینترنت نیست که یه سری حرکت انجام میده. توی بازی‌ها دیدی چی کارا مثلا میکنی با یه سری NPC ها؟ شمشیر میکنی در و دیوار، میکنی از چشش، از تو مثلا تخم چپش در میاد شمشیر رو. هیچ رحمی، هیچ حس انسان بودنی، هیچ ارزشی به اون یک انسان واسه اون کاراکتر NPC قائل نیستی. ما دقیقاً نگاهمون به کاراکترهایی که تو اینترنت میبینیم دقیقاً مثل NPC های گیمه. هیچ فرقی واسه اون نداره. یکم شاید فرق داشته باشه. NPC که هوش مصنوعی داره مثلا، اینجوری نگاهمون بهش. و این قضیه لات سایبری که گفت، هشتگ لات سایبری، خیلی از این اتفاقاتی که توی اینترنت میفته، مثلا من یه کاری میکنم اون میفته به جون اون یکی، اون یهو مثلا اینو به من میگه، یهو اون یکی لایک میذاره، یهو نمیدونم اون یکی فلان کارو میکنه. همه این اتفاقا اگه این مثالا، این دارم اینو مثال میذارم، برای شما خیلی پیش اومده آقا، مثلا یه کامنت گذاشتی، یهو زیر کامنت تو مدام فوش کشیدن بهت. خب در صورتی که تو مثلا کامنت داد اصلا اونجوری بی ادبی توش وجود نداشته. یا چه میدونم مثلا همین قضیه که داورای مسابقه ایرانو میرن زیرش فوشو میکشن بهش، اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما انسان ورز نمیکنیم اون آدمو، چون داریم از داخل LCD میبینیمشون. همه این قضیه ها اگر اون آدم از فضای مجازی وجود نداشت، من نمیگم فضای مجازی بده، من میگم این یکی از تاثیراتشه، اگر اون آدم، اگر من اینجا بودم و این حرف رو راجع به این موزیک میزدم، مثلا فرض کن این منم، این آرتیسته، کنار همیم داریم راجع به موزیکش صحبت میکنیم، من میگم آقا این موزیکت بده، یه بار دیگه اینجوری این پانچلاینو بزنی آجی من خودزنی میکنم مثلا، چه میدونم یه بار دیگه گنگ و بنگافی کنی فلان میشه. اگر کنار هم دیگه باشیم، این آرتیست یه لبخندی میزنه، شاید یه جوزی هم بزنه، با هم دیگه میخندیم، تموم میشه. کافیه این بین یه LCD بیاد، فقط کافیه این بین یه LCD بیاد. تو این حرفو میزنی دیگه یک آدم، یک انسان نیستی. اون حس رابطه‌ای که حضور فیزیکی دوتا انسان کنار هم دیگه به وجود میاره دیگه وجود نداره، اون باند، اون پیونده وجود نداره. و چون فاصله تون LCDه دیگه، فاصله فیزیکی فاصله چی میگن، پیوند فیزیکی وجود نداره، چش رو چش نمیشید با هم دیگه، یه سری فاکتورا کلا انگار کنار گذاشته میشه. یه سری فاکتور هست که ما برای رفتار و ارتباط اجتماعیمون با یک انسان همیشه داریم، که آقا مثلا یکی میگه سلام، نباید بگی پدرتو سگ بخوره به عنوان مثال، دیگه این چیزا رو میدونیم. خب ولی وقتی که LCD از داخل LCD یکی بهت سلام میده، واقعا شاید در جواب بدی سگ خیس آبجی تو مثلا لیست بزنه. میشه میگم خیلی جالبه و این تأثیری که داره. من نمیگم مثلا اصلا کامل بده، نه، اینترنت خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. یعنی من یه جهان بینیایی دارم میبینم که مثلا تو سنین بزرگتر، خودمون که حالا اوکیه، ما یه کفه اینترنتیم، ولی سنای بالاتر یه چیزایی یهو واسه شون روشن میشه تو اینستاگرام، که اگر اینستاگرام به این سادگی، اینستاگرام جای یادگیری اونقدر شاید نباشه، ولی اگه اینستاگرام نبود طرف نمیرفت یه کتاب راجع به اون موضوع بخونه که روشن شه. این چی میگم؟ خیلی خوبیا داره، ولی میگم این بعدیش حواستون با جالب ای بهش فکر کنید. مگه برسه آقایی پا من این دفعه میبرنم بالا دار تو سختر سقم هم تونی زده سیز شین جنازه شده باز دوباره مثل که بگایی شده آخرم این قصه جنایی شده کجا برم من ندست کارس من این که آل دیدی پرونده داشتم مگه برسه آقایی پا من این دفعه میبرنم بالا دار جنسی داری اومد خودش منو انتخاب کرده بخوابه با منو اگه بدونی چی کارو میکنه میکشی خود آل دیدی پرونده داشتم مگه برسه آقایی پا من این دفعه اگه بدونی چی کارو میکنه میکشی خودتو مطمئنم دارم زندگی میکنم رو یادم اگه بدونی چی کارو میکنه میکشی خودتو مطمئنم داداش چی کارو میکنید با هم دیگه میدونم نگو چی کارو میکنه از اون کارهایی که ورش کن وارد جزئیات نمیشه
نمیکشی خواهد تو مطمئنم دارم زندگی میکنم رویا تو میخواست من وقتی بود با تو اینه که وقتی بودیم رو تخت خواهد زوشیم بوده من باشم جا تو اینا رو میگه که بشه فابریک چیز جدیدی نی اینه آتیه الدیو میزنه جا آلپی ناک ناک فکر کنم کاپ شریخ میگه باس بری میگم پس چی خوشم یاد دختر نسلی بیبی گر میدون الدیو میزنه جا میگه که بشه فا بود با تو اینه که وقتی بودیم رو تخت خواهد زوشیم بوده من باشم جا تو اینا رو میگه که بشه فابریک اینو گفت وقتی بودیم رو تخت چقدر تیز داره میگه چه ورس دو چقدر ورس بهتریه ورس دو خیلی تیز داره میگه یانگ سان اینه قشن واقعا انگار زده ایکیو زده میگه چی میگم یه نکته هایی داره میگه که اینو دختره بهم گفت دوست داشته جای تو من باشم اینو وقتی بهم گفت که رو تخت بودیم دینی نه ال دیو میزنه جا آل پی میگه باس بری میگم پس چی خوشم یاد دختر نسلی بیبی گر میدونم که مستی بعد دوتامو میشینی بکسی دیدم بوم زد تونی پیشم بستست و آخه فیکم من بدونم رومیزم رفت خط و کافستم در شاید دختر کرده شکایت خیلی وقتا ندیدمش میدونم تشکه میده رضایت میاد شب دیو واسه چی تو میدونی رون دوست داره چی تو میاد درکی تو میدونی رون میاد شب اون واسه چی تو میدونی رون دوست داره چی تو میاد شب دیو واسه چی تو میدونی رون دوست داره چی تو میاد یعنی اون شب واسه دیر واسه خیانت میاد میدونی که رون چیه تو رو دوست داره آرون نیست این هم مدت گفتیم رون این هم مدت گفتیم آرون رونه مثل این که ولی از این به بعدم قراره بگیم آرون چون رون سخته کی تو زنم بیشک تو سره بش بزنم یه سیخو بشه بگای ته این داستان میشه حل با یه کال آرمان بدون تا نباشه همیم نمیذاره بمونم شم خب استوب آرمان چی کاره بود این وسط هر چقدر هم بگایشه آرمان یه کال بزنه حله اینا نشونه است بچه ها پیشو بگیرید به منم بگیره ای فهمید آرمان میلادی چی کار است سردار میلادی نداریم نه سردار میلادی نداریم سرهنگ چی دیگه برای یه کاری هست دیگه داشت سوتوان یه میلادی داریم یه کاری باشه دیگه داستان میشه حل با یه کال آرمان بدون تا نباشه همیم نمیذاره بمونم شفاک دار یه هوره ایت شد چرا همه چی گنگ خب این بوده چایی که جنازه روم آرون یانگ سادن هومان آرمان میلادی لیل بیبی تایپ چیزی که پروداکشن کلا این پروداکشن لیل بیبی تایپ که میگم همین هایتاش منظورمه که یه دونه کورد پروگرشن پیانو هم میاد اون زیرو خیلی هم فست تمپو ترک های ترپ فست تمپو میاد خیلی پتانسیل داشتم من نمیدونم چرا تو ایران کسی تستشون نکرد با اینکه من خودم واسه گوش من خیلی صدای جذابیه بیتای میگم لیل بیبی تایپ ولی یه تک لیل بیبی تایپ دو ورس سه ورسی میشد حساب میشد چون ورس آرون خیلی بچه ورس بود نسبت به ورس های یانگ سادن کورس هم که هومان زده بود از یه موقعیت میدونی یه موضوعی وجود داره من چون این ترک ها رو این بیت رو با ترک لیل بیبی میشنستم لیل بیبی خیلی مثلا خیلی هارده چیزایی که روی این بیت ها مینویسه و میگه خب هاردترین و مثلا غیر اخلاقی ترین اتفاقی که توی این ترک افتاده بود که مثلا دوست دختر با هم خوابیده و چیزی که خیلی زشته پیف پیف اه بده 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 این ولی چیزی که خیلی مثلا عجیب نیست امروز روز دیگه خیلی عجیب نیست متاسفانه میرشی میگم من انتظار داشتم اون خوشونتی که توی بیته و اون آدرنالینی که توی بیته همراه شه با یه سری آدرنالین توی لیریکس که لیریکس خود لیریکس نرمی بود کلا نسبت به خوشونت اون میگم آدرنالینی که بیت داشت ورس دو یانگ سادن من دوست داشتم ورس آرون هم به نظرم نسبت به چیزایی که توی این آلبوم تا حالا از آرون شنیدم ورس بهتری بود ترجمه گفت بهترین ورسش از لحاظ لیریکسی بود از لحاظ پرفورمنس بدون ملودی و نمیگم هاردکور ولی میگم ملودی لسی انتخاب کرده بود ورس دو یانگ سادن قطعا بهترین قسمت ترک بود بعد کورس کشی بود ولی از لحاظ ملودی من لیریکس کورس اونقدر دوست نشم لیریکس کورس مال ورسه به نظر من اون لیریکس مال قسمتی از موزیک که بخواد سه بار تکرار شه به نظر من نیست ولی میگم ملودی و فلوی هومان توی کورس جذاب بود
یه خورده سیف زونش بود، توی سیف زونش بود، هم از لحاظ صدا و دلیوری و اینا، هم از لحاظ ملودیایی که زده بود خیلی سیف بود و قبلا زیاد شنیدیم این جور پرفورمنس رو از هومان. و ویژوالایزر هم شدیداً بی ربط بود. من فهمیدم دختره خب یه خورده رنگ گچ داره، ولی از اون ویژوالایزر جالبی نداشت برای من. ترک بدی نبود خیلی ها. من یکی دو تا چیز من احساس بکنم مثلا سادن، واقعا نظر صادقانه دیگه، بنابراین دیگه من حس بکنم سادن سولو این ترک رو میبست شاید ترک منسجمتری میشد تا اینکه سه نفر بخوان ایده هاشون رو نزدیک به هم دیگه کنن توی این موزیک. و حتی ورس آرون هم ته به نظر من نمیدونم ترکش تموم میشد، آرون اومد داشت ما داشتیم در رو میبستیم دیر رسیدی، یعنی در رو داشتیم میبستیم رسید. و ترک برای من خیلی بالاتر از مید نیست، ولی خب بازم مید بود دیگه. میگم اتفاقی که خیلی مثلا نظر آدم رو جلب کنه تو موزیک نیفتاد، ولی موزیک خوب صدا میداد. چه میدونم میگم بی اینجور بیتا بیتایی هم که توجه گوش منو جلب میکنن، توجه منو جلب میکنن، ولی خب میگم نه اتفاق عجیب غریب خیلی تو ورس افتاد، نه مثلا بیتای خیلی عجیب غریب داشتیم، نه پرفورمنس مثلا خیلی بمب ویوی فیل و سویچ های استثنایی و دلیوری های فیل، خبر خاصی خیلی نبود توی ترک. ولی ترک خوش ریپیتیه، ترک خوش ساختیه، ترک ویل پرودوسیه، ترک پلیلیست خوریه به نظر من، ترک بکگراند میوزیک خوبیه به نظر من. حتی یه خورده بکگراند میوزیک پر سر صدایی میشه، اونقدر نرم نیست به عنوان ترک بکگراند، ولی اصلا بد نبود اصلا به هیچ وجه. ولی ترک ویژه‌ای خیلی نبود، چیزی جز 5.5 برای من نبود این ترک. شما نظرتون راجع به این ترک و این ریاکشن ویدیو بنویسید، لایک و دیسلایک اگه ویدیو رو دوست داشتید یا دوست نداشتید، یادتون نره فورگنگ، یادتون نره توی کامنت، سابسکرایب هم یه چک بزنید، شاید یوتیوب پرونده باشه سابتون رو چون دوباره داره میپرونه. زنگوله بغل سابم برای کسایی که میخوان ویدئویی رو میس نکنن، لذا روش کلیک کنید و تا ویدیوی بعدی فورگنگ.